سلام بینندگان عزیز، خوش آمده به گفتمان کنونی ما. در سال جاری سرصداها و انتقادهای از شهروندان غزنی، اردو مجلس شورای ملی و همچنان محافل رسانه‌ای نسبت به عملکرد حکومت افغانستان و نهادهای مربوط در پیوند به کار شهر تاریخی غزنی که در سال 2007 پیشنهاد یا تسجیل به ایشد که پایتخت تمدن اسلامی در میان کشورهای آسیایی در سال 2013 باید اعلان شود و میزبانی کشورهای عضو سازمان آیسیسکو را باید داشته باشه. ما در این گفتمان مهمانان را دعوت کردیم که از اینا بپرسیم که آیا تا سال 2013 شهر تاریخی غزنی آماده مدعای آیسیسکو، یونسکو و حکومت افغانستان که گویا میزبان شمار زیاد از کشورها خواهد بود خواهد شد یا خیر؟ آقایان خلیل احمد شهیدزاده، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان و همچنان معاون کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان، انجینر عبدالواسی رحیم نماینده وزارت امور شهرسازی و سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ مهمانان ما هستند. مهمانان محترم، خوش آمدی به گفتمان ما. همچنان آقای سید عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی و عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان در جریان بحث با ما خود پیوستند و موسا اکبرزاده والی غزنی هم از طریق تلفن با ما در تماس خواهد شد. در آغاز از آقای انجینر عبدالواسی رحیم میخوایم پرسان بکنیم که در طول یک و نیم ماه گذشته که تلویزیون طلو میزبان شما بود و گفته هایی را داشته، آنچه آرزوها بود تا کنون گامای عملی که برداشته شده از دیدگاه وزارت شهرسازی کدام است؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون. باید خدمت شما عرض کنم که دقیقا از اون زمانی که به صفحه تلویزیون طلوع ما ظاهر شدیم، فضل الله تعالی بسیار پیشرفت‌های بهتری بود. یعنی که وزارت محترم مالیات تصمیم گرفتن به تاریخ تقریبا 15 چی بود ماه گذشته، اونا کمیسیون خود دار کردن و عملا مبلغ 475 میلیون دلار تنظیم کردن، تخصیص دادن به وزارت امور شهرسازی که از طریق ازی به دستگاه ساختمانی بنایی که کار خود پروژه مرکز ثقافت اسلامی عملا در غزنی آغاز کنن. و البته خب پروسی اداری که من که تال داره میفهمید شما آنن اجرا نخواهد شد و تا امروز هم هر روز تعقیب داریم، تخصیص آمد، امکانات آمد، هنوز خود پول داخل وزارت شهرسازی نشده که امیدوارم به یکی دو روز آینده ای کار بشه. مگر کاری که ما کردیم، ما گروپ های عملیاتی خود رسما به غزنی روان کردیم، بولش در جریان هستن. آقای رحیم، شما در برنامه پیشتر تلویزیون طلو ادعا داشته که وزارت شهرسازی وزارت پالیسی ساز است، وزارت سکتوری است و کار عملی در پروژه ها را نمی کنه. کنون میگه که ما پروژه انکشافی خود و دستگاه ساختمانی را فعال ساختیم. این تناقضگویی چی؟ چی گونه تا یک ماه پیشتر شما برنامه ساز بوده و یک ماه بعد هم شروع کرده بود؟ ما همین لازم میگیم وزارت شهرسازی وزارت سکتوری و برنامه ریز و پالیسی ساز است. دستگاه ساختمانی بنایی که یک تصدی مستقل دولتی هست که به صفت بزرگترین دستگاه ساختمانی دولتی افغانستان است، تحت نظم و دیسیپلین خود وزارت امور شهرسازی رهبری میشه. در سیستم قرار از اونجا خود کرده شما از مجتمع فرهنگی یا مرکز ثقافت چقدر کارش عملی ما بزرگترین تعمیری که در اونجا هست که خود مراسم تجلیل میشه که یک تعمیر بسیار با عظمتی به نام خود کامپلکس مرکز فرهنگ و ثقافت اسلامی است که حدودا 9000 متر مربع تن و زربنای ساختمان است. این اعمار خواهد کردیم به شمول دیوار احاطه کل محل اکسپو یا نمایشگاه. کار عملی تا چند روز دیگه خود شروع شد؟ گروپ های عملیاتی ما رفتن، اگر به جریان هفته نو از شروع هفته پول به دستگاه ساختمانی بنای انتقال پیدا کنه، امشالله به روز دوشنبه، یعنی هفته آینده 15 جوزا شاید شود با گمان غالب. ما تلاش داریم امشالله. تشکر. آقای خلیلی، وزارت اطلاعات و فرهنگ تا سال 2010 و 2011 سرصداهای زیاده داشت و از جمله دستاوردها و افتخارات خود میدانست در محافل رسانه‌ای موضوع غزنی را، پایتخت تمدن اسلامی غزنی را. کنون چه شده؟ خاموشی از چه بابت است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما دوستان حاضر در گفتمان و بینندگان عزیز تلویزیون طلو. قسمی که شما حتما در جریان هستین، وزارت اطلاعات فرهنگ در سالهای قبل
جایگاه سکرتریات کمیسیون غزنی را به عهده داشت و در همکاری با کمیسیون غزنی تحت ریاست جلالت نواب محترم مارشال محمد قاسم فهیم و بزرگان دیگری که از نهادهای مختلف عضویت کمیسیون داشتند در ارتباط به رسیدگی به امورات غزنی یک جا با هم تلاش میکردند. در این میان وزارت اطلاعات فرهنگ پیش از مارشال محمد قاسم فهیم رئیس کمیسیون تمدن پایتخت تمدن اسلامی کی بود؟ در ابتدا جناب وزیر اطلاعات فرهنگ ریاست کمیسیون به عهده داشتند و در سالهای نخست برنامه ریزی بود برای سالهای بعدی کارها برنامه ریزی می شد تا بعد از او هر نهاد مسئولیت مستقیم کاری خودش را بفهمه و در اون مسیر پیش بره. بعدن برای از اینکه بیشتر اهمیت داده شده باشه به مسئله غزنی پیشنهاد شد تا محترم جلالت نواب مارشال صاحب ریاست کمیسیون به عهده بگیرن که خدمت شما عرض کردم. اما آنچه مربوط میشه به وزارت اطلاعات فرهنگ در مجموع پروژه هایی که مستقیما ارتباط میگرفت به وزارت اطلاعات فرهنگ رسیدگی به امور دوباره سازی 32 آبدی تاریخی در غزنی بود و تدبیر برخی سمینارها و همچنان چاپی یک تعداد کتبی که از قبل مشخص شده بود. این در بازسازی شهر و در اعمار مجتمع فرهنگی و امثال از شما نقش نداشت. یا برنامه هایی بودن که از اوجایی که وزارت اطلاعات فرهنگ سکرتریات کمیسیون به عهده داشت در قسمت هماهنگسازی برنامه ها فعالیت هایی را طبعا داشت. اما تطبیق مستقیم برنامه های زیربینایی در داخل شهر و برخ ساختمان های دیگه ای مثل مرکز ثقافت اسلامی، بازار سرپوشیده زنانه، ترمینال یا ترانسپورت زمینی خود شهر غزنی و یک تعداد پروژه هایی که به اصطلاح ساختمان های جدید بودن، یعنی تازه باید اعمار می شدن یا مربوط به نهادهای مختلفی بود مثل وزارت محترم امور شهرسازی، وزارت امور زنان، خود ولایت غزنی و وزارت محترم انرژی و آب و مسئولیت مسائل برق و شبکات برق ولایت غزنی را به عهده داشتند و برخی نهادهای دیگر. تنها مسئولیت ساختمانی که وزارت اطلاعات فرهنگ در غزنی داشت ترمیم 32 آبدی تاریخی بود که قبلا مشخص شد. در کدام زمان مسئولیت غزنی از وزارت اطلاعات فرهنگ انتقال کرد به مارشال فهیم؟ در سال آخر 2010؟ بله، در اواخر 2010 سال 1389 این مسئولیت سپرده شد به مسئولیت ریاست کمیسیون به جناب مارشال صاحب و بعد از او وزارت اطلاعات فرهنگ به عنوان سکرتر کمیسیون. در عرصه سکرتریات مثلا روز گذشته والی غزنی بازم با رسانه‌ها مصاحبه‌ای داشت که تا کنون چیزی به نام تخصیص یا بودجه به ولایت غزنی نرسیده، اما گپی که یک و نیم ماه پیش داشتند سکرتریات یا نقشی را که وزارت اطلاعات فرهنگ در رابطه داره چی است، چی کرده؟ متاسفانه مشکل بودجه یکی از مشکلاتی بوده که از آغاز دامنگیری همه کسایی بوده که در رابطه با برنامه غزنی مسئولیت داشتن. این که چرا و به چه دلیل بودجه متاسفانه ناوقت به دسترس ارگان ها قرار میگیره این سوالی است که بعد از وزارت محترم مالیه پرسان شوه و اونا در این مورد جواب بگوین. پیگیری شما چه بوده؟ اما ما همواره نامه هایی را به وزارت محترم مالیه فرستادیم تا این موضوع سرعت داده شود، ای که اونا چه اجراتی کردن و چرا، دلایل شبهت خودشان ارائه بکنند. بینندگان عزیز، موسا اکبرزاده والی غزنی هم روی خط تلفن با ما پیوست شدند. خوش آمده به گفتمان تلویزیون تولو. در طول یک و نیم ماه که در عهده ثور بود گفته های داشته شما مبنی بر هیچ کار نشدن یا بسیار کمتر کار شدن در شهر غزنی و آماده نشدن شهر غزنی من حیث پایتخت تمدن اسلامی، روز گذشته هم مصاحبه از شما نشر شد در رسانه ها که تقریبا نمو گفته هایتان را تکرار و تایید میکرد. کارهایی که شده از نظر شما چی است و کارهایی که نشده کدام هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامه گرم خدا به تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون شما تقدیم میکنین. باید بگویم که پروژه های ثقافت اسلامی به سه بخش تقسیم میشه. عبیدات تاریخی که تقریبا 30 عبیده است، از او جمله 10 عبیده تاریخی ترمیم شده و 20 عبیده تاریخی دیگه ضرورت داره که باید ترمیم شود. یکی
به ارتباط زیربنا که برق و ابرسانی و سرکهای داخل شهر غزنی شامل است. الحمدلله امسال تماما سرکهای داخل شهر غزنی تکمیل میشه، همه شان قیرویزی میشه انشاءالله. وقتی که ما آمدیم 2 کیلومتر سرک پخته بود، امسال ما شاهد تقریبا بین 50 الی 60 کیلومتر سرک پخته در غزنی می داشته باشیم. البته به ارتباط برق اگر بگویم که منتظر برق وارداتی استیم، اگر برق وارداتی نامد ما انشاءالله که فعلا 1.5 مگاوات برق داریم. در سال 2013 وعده ای که گرفتیم هم از پیارتی و هم از ریاستی برشنا از طریق جنراتور 4 مگاوات برق خواهد داشته باشیم و به ارتباط شبکه هم کار میشه. چیزی مهمی که سو خود مرکز ثقافت اسلامی است که کاملا سر شتانوس کار شروع نشده. هفته آینده انشاءالله ما روی تمام پروژه هایی که مربوط به ولایت ماست کار شروع میکنیم. اطمینان داریم انشاءالله به یاری خداوند که همه پروژه هایی که 50 منزل رهایشی است، مسجد است، میمانخانه است، بازار زنانه است، همه ایشان انشاءالله این سال تکمیل میکنیم و به ارتباط استادیوم و یک جمنازیوم انشاءالله که اونا هم این سال کارشان شروع میشه. 70-80% کاری اونا خط پیش بره و یک پروژه که ارتباط میگیره به وزارت انکشاف شهری، حیطهشان فعلا در غزنی امره ما موجود است، اونا هم هفته آینده کار شروع میکنه و مراسم در این مرکز برگزار میشه. ما مایوس نیستیم انشاءالله از این کارا روی همه پروژه ها شروع شده. وزارت مالک به ما وعده کرده که اگر ما این پول و پیسه که اونا به ما روان کرده مصرف کرده بدانیم، در ماه سرطان یا اسد $5 میلیون دیگه به ما روان میکنه. این مرکز که یک بزرگترین مرکز است و احتمال انشاءالله برای آینده افغانستان همه جلسات بزرگ در اینجا دایر شوه و خود مراسم 2013 در اینجا دایر شوه. به یاری خدا این پروژه را هفته آینده شروع میکنیم و پیش از ختم کار تقریبا 80% اینا به یاری خدا تکمیل میشه، مراسم مدریج برگزار میشه. ما مایوس نیستم، اما از وزارت مالیه خواهش میکنیم و از ارگانهای محل که ما تحت اینمی ارگان هستیم که پول و پیسه را هر چی زودتر انتقال بکنه. آقای اکبرزاده، چیزی که بسیار مهم است در مجموع حکومت افغانستان را به ویژه پروژه غزنی را به چالش کشانده نبود ظرفیت است و طور مثال تا سال 2010 پروژه طرح دیزاین نشده بود. این چطور میشه که در 6 سال شما پروژه را طرح دیزاین کرده و در 3 یا 4 ماه که فضای غزنی بسیار سرد است این را تطبیق میکنه؟ این واقعیت داره قابلیت تطبیق را داره از لحاظ عملی گفته های شما؟ ما کار به 2 شب تقسیم کردیم. انشاءالله هم شب کار میکنیم هم روز. وقت ضایع شده به ارتباط غزنی. متاسفانه که اگر بگویم سنت شده به ارتباط این پروژه که به تعویق افتیدن و در طول سالهای گذشته کار نشد. ما انشاءالله که این منزل 7 ساله را به یاری خدا در مدت نمی وقت کمی که مانده این را طی میکنیم. مصمم هستیم شب و روز کار میکنیم. امیدوار هستیم هفته آینده ارگانهای محل پول و پیسه را به غزنی انتقال بده. هم مردم غزنی این تصمیم را گرفته و هم شرکت ها با ما همکار هستند. انشاءالله که تمام شرکت هایی که در غزنی است اونا وعده کرده که در ساختن این پروژه با ما کسی که برنده پروژه هست با اونا همکاری میکنه. بو خطر ما میتونیم که با کمک و یاری این مردم و با امداد خداوند این منزل 7 ساله را در 1 سال انشاءالله طی بکنیم. آقای اکبرزاده، یک موضوع دیگر که آقای خلیلی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به اشاره داشت، مسئولیت نداشتن وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان نماینده وزارت انکشاف شهری برایت خودشانه که گویا ما مسئولیت نداریم. وقتی که این 2 وزارت مسئولیت نداره، مسئولیت متوجه والی و ولایت غزنی است که کم کار شده و کار نشده تا جای؟ اونا مسئولیت 6 سال گذشته به دوش اونا است. 6 سال گذشته را اونا قبول بکنه، این سال ما قبول بکنیم. این سال به یاری خداوند شما میبینید که ما چقدر کار کرده میتونیم و ما به تنهایی خود کار هم کردیم. این ریاست پیش اطلاعات و فرهنگ بود برای 4 سال گذشته. اونا چطور از این مسئولیت گریز کرده میتونه و خود انکشاف شهری که هر دوشان برادران ما هستند. ما امسال من حیث مسئول و من حیث این که صلاحیت داشته باشیم نیستیم. من حیث رئیس کمیته 2013 در سابق پیسان پیش اینا بود، ریاست کمیسون هم پیش اینا بود. هر مسئولیت که پیش از این روزی که ما با شما گفت نزنیم راجع میشه به کسانی که مسئولیت پیش اونا بود و از این روز به بعد انشاءالله که ما برتان وعده میتیم، به مردم افغانستان وعده میتیم که در طول این 1 سالی که باقی مانده ما منزل 7 ساله خود تعیین میکنیم
و این شکلی نیست که در گذشته هیچ اینا کار نکردن و هیچ کار نشده و کاری اونا در هیچ است. اما نگفته نمانه که ما از طریق دونرها تیارتی و غیره و غیره در غزه بسیار کار کردیم. یکی از 50 کیلومتر سرک بدون کمک دولت بدون فایده ما ماست کریزی که در تانیسا باشیم. شما این را کار نمیگن مرکز کسافات جور کردیم. یکی از موضوعاتی که شما در نشست قبلی یکونیم و پیش در تلویزیون تولو انتقاد داشته سپردن کار ترمیم و ساخت آبادات تاریخی به قراردادی های غیر مسلکی و غیر فعال یا ضعیف بود که از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ گویا سپرده شده بود. حال شما میگه که تا ختم سال گویا 34 آباده تاریخی کار ترمیمش مکمل خواهد شد. آیا هنوزم روند قبلی جریان داره یا زمام امور را شما به عهده گرفته و او قراردادی ها را تجدید کرده، تجدید تعهد کرده؟ چگونه شد که در طول مدت کوتاه را زاید نشان میده؟ آبداد تاریخی سابق هم به اطلاعات و فرهنگ وزارتش ارتباط داشت و حال هم داره. ما مسئولیت ترمیم آبداد تاریخی نداریم. اونا مسئول بودن و فعلا هم اونا مسئول تکمیلی پروژه هست. چیزی که مربوط با ما هست او عبارت از بازار سرپوشیده زنانه، 50 منزل رهایشی، مسجد، میمانخانه، ان شاء الله به یاری خدا اینمی پروژه که با ما ارتباط داره همه پروژه هایشان ان شاء الله این سال تکمیل میسازیم. آخرین پرسش آقای اکبرزاده، به گفته آقای رحیم نماینده وزارت شهرسازی که هفته آینده 4.7 میلیون بودجه به غزنی انتقال پیدا خواهد بکنه یا حداقل در وجه از اینا انتقال خواهد پیدا بکنه، از 15 جوزا نهایتا که شما شدت کار بکنه به شدت تا 15 میزان 4 ماه باقی است. آیا امکان عملی کار پروژه ها در 4 ماه آینده حداقل در حدود 50% هم متصور است؟ ما برتان اطمینان میدیم. پارسال ما تانستیم که تا ما قوس کار بکنیم. این سال هم یعنی غزنی طوری که نامش از بو اندازه هم سرد نیست که تا ما قوس و یا تا اوسط قوس کار نشوه. فعلا ما 6 ماه کاری دیگه هم در پیشروی داریم. امیدوار هستیم که هر چیز تاری پروژه ها رو شروع بکنیم. اگر تکمیل نشود خود مرکز ثقافت اسلامی که وزارت امور شهرسازی جور میتونه دیگه پروژه های که 50 منازل رهایشی انشاءالله مقبول همهشان تکمیل میشن، مسجد شریف ما تکمیل میشن، میمانخانه ما 80% ما مطمئن هستیم که انشاءالله تکمیل میشن. ما مصمم هستیم که هفت شب روز کار بکنیم و این پروژه ملی که به ارتباط این تانوز متاسفانه خیانت شده و ما نمیخوایم که نمی را به تاریخ بدنام برای خود بسپاریم که ما کار نکده باشیم تا جایی که در توانیم هست پروژه هایی که ارتباط به ولایت داره انشاءالله همه شانه تکمیل میسازیم. سپاس از تماستان آقای اکبرزاده. سلام علیکم. آقای سجادی، آنچه که والی غزنی و نماینده وزارت شهرسازی و همچنان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشتند و چیزی که واقعیت عینی است در صحنه چقدر مطابقت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، چیزی که گفته میشه بیشتر با آرزوها شبیه است تا یک برنامه عملی و اجرایی. برای برنامه 2013 غزنی به قول شما بیش از 6 سال سپری شد و کل برنامه ها در بحث پلانگذاری، دیزاین و کارهای مقدماتی سپری شد. من فکر میکنم که فرصت های بسیار ارزشمند را ما از دست دادیم و متاسفانه نهادهای اجرایی ما معمولا تا زمانی که کار انجام نشده همیشه یک پاسخ داره و اون این است که برنامه در دست اقدام است. اما یک زمان میرسیم به نقطه پایانی که دیگر فرصت تمام میشه و کار اجرا نمیشه، بعد مینشینیم شروع میکنیم به توجیهات که چرا این کار انجام نشد. من فکر میکنم که دو تا مسئله بسیار اساسی پشت قضیه وجود داشت، چیزی که والی غزنی از او به نام خیانت یاد میکنه. من شدیدا باور دارم که خیانتی بزرگی در حق ملت افغانستان این خیانت صورت کی کرده، اشخاص مشخص است؟ من عرض میکنم خدمت شما، اولین خیانت این بود که هنوز هم به سال 2013 که غزنی به عنوان مرکز پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شده به عنوان یک پروژه ملی نگاه نشد و ای در این قسمت مهم مسئولیت اول متوجه وزارت اطلاعات فرهنگ است.
یعنی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ تا امروز نتانسته برای دولت مردان و برای سیاست مداران ما، برای نهادهای اجرایی و برای دونرای ما حتی این پروژه را به عنوان یک پروژه ملی که با عزت و حیثیت ملت افغانستان تمام میشه معرفی بکنه. وقتی کشورهای اسلامی مینشینه غزنی رو به عنوان مرکز ثقافت اسلامی اعلام میکنه، این برای افغانستان هم یک هویت تاریخی است از نظر فرهنگی و هم یک فرصت و ظرفیت بسیار ارزشمند بود که ما توجه کشورها را میتونستیم جلب بکنیم به این قضیه، اما ما نتونستیم حتی توجه نهادهای خود حکومت افغانستان را جلب بکنیم. برخوردهای سلیقه‌ای بعضی از وزارتخانه ها به این مسئله، برخوردهای سلیقه‌ای بعضی اشخاص و افراد اجرایی نسبت به اینکه گویا اگر بحث بازسازی برای غزنی برای 2013 مطرح میشه، این مربوط به یک ولایت میشه. ما شدیداً از این قضیه واقعاً یعنی ناراحت هستیم و این مسئولیت رو وزارت اطلاعات فرهنگ نتونسته به خوبی انجام بده. این یک نقطه. نقطه دوم چیزی است که شما اشاره کردید. ببینید من خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم، دو سال در دوره قبل نمایندگان ولایت غزنی نماینده داشت در امی کمیسیونی که تحت ریاست وزیر اطلاعات فرهنگ برگزار میشد، اشتراک میکرد. در بعض از اون موارد شخصا ما اشتراک داشتیم. امروزه ما بسیار تعجب میکنم. ببینید شما اگر امی سه بخش را که والی غزنی اشاره کرد بیایید دقیقاً ارزیابی بکنید، کارهایی که والی غزنی گزارش میده کاریه که با تلاشهای شخصی خودش انجام داده. اگر سرک ساخته شده، اگر نمی پول و پولچک اونجا زده که ما تشکری هم میکنیم، اما نشان بده که حکومت افغانستان و وزارتخانه های ما سهمش چیه در اینمی پروژه 2013 غزنی. از لحاظ نهاد بحث چی شد که تا سال 2010 حتی تا 2011 موضوع غزنی از افتخارات حکومت افغانستان، از افتخارات وزارت اطلاعات و فرهنگ بود؟ روزها مثلا کسی کار می داشت، مسئولین به بهانه کمیسیون شهر غزنی و چی و چی مصروف می بودن، اما یکسرا در یک سال اخیر قضیه وارونه شده و هر کس مسئولیت گریزی می کنه. تهداب قضیه در چی است؟ سهلنگاری از کجا ناشی شده؟ ببینید اولا خب من عرض میکنم که با حفظ احترام به وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و دوست ما که از وزارت نمایندگی میکنه در این بحث، سکرتاریت یا در واقع عمود دبیرخانه وظیفه اساسیش در واقع منظم کردن امور در ارتباط با تطبیق یا اجرای یک پروژه است. وزارت اطلاعات فرهنگ برای ما یک دستاورد را نشان میده در ارتباط با 2013 غزنی. وزارت اطلاعات فرهنگ چند تا کتاب چاپ کرده در ارتباط با سال 2013 غزنی. وزارت اطلاعات فرهنگ چقدر در رابطه با کارهای سایت و امثال اینا، اینا گپایی بود که ما 5 سال پیش گپا مطرح بود، یعنی در جزء پلان‌ها بود. وزارت اطلاعات فرهنگ از 30 چند آبدات تاریخی عالی با گزارش والی غزنی میگه 10 آبدات تاریخی در اینجا تعمیر شده، هنوزم 20 موردش انجام نشده. 24 مورد. یعنی در ظرف 8 یا 10 سال اگر 10 مورد انجام شده، چطور میشه تصور کرد که در ظرف 6 ماه یا 5 ماه آینده 24 مورد باقی مانده اجرا خواهد شوه؟ من فکر میکنم که دو تا مشکلی بسیار جدی وجود داره در اینمی مسئولیت گریزی. یک، واقع قضیه پاسخ سوال شما رو من به عنوان یک از نمایندگان غزنی داده نمیتونم که چی چیزی باعث شد که حتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیامد با نمایندگان غزنی، با نهادهای مدنی شریک بسازه اینمی نگاهی و ایرانگر و خیانت باری را که در ارتباط با 2013 وجود داشت. ما تا هنوز پاسخ قانع کننده برای قضیه نداریم. ما بعد از اصرارهای زیاد در زمانی که کمیسیون تحت ریاست وزارت اطلاعات فرهنگ دایر میشد، ما دو نفر وکیل نماینده رو معرفی کرده بودیم که در جلسات که اشتراک میکرد همه بحث پلانگذاری و برنامه ریزی بود، چیزی که رایج و معموله در افغانستان و در حکومتداری ما. بعد از این که از دو سال پیش این کمیسیون تحت ریاست مارشال صاحب فهیم دایر شد، هدف این بود که کمیسیون یک کمی قویتر و مقتدرتر شود. بازم دو سه جلسه، شاید بیشتر جلسه رسمی دایر نکرده باشه این کمیسیون. بعد دوباره پیشنهاد شد برای اینکه کار یک مقداری سریعتر پیش بره، کمیسیون در غزنی منتقل شود. تا امیم رو شما بیارید از یک از نمایندگان غزنی سوال بکنید که آیا یک بار وزارت اطلاعات فرهنگ آمد کدام مشکل را با شما شریک ساخت؟ نخیر. سایر وزارت ها چی؟ بله؟ وزارت های دیگه که سهیم در ببینید مستقیما یعنی مسئولیت اولی متوجه وزارت اطلاعات فرهنگ است. طبعا در سایر وزارتخانه ها ما این مشکل رو مشاهده میکنیم. یعنی یک بار نشد که وزارت شهرسازی یا وزارت اقتصاد یا وزارت بودجه یا وزارتخانه های دیگه ای که وزارت امور زنانی که در ارتباط با غزنی پلان داره آمده باشه گفته باشه ما در ارتباط با غزنی یعنی مشکلات رو داریم، تا اینجا کار پیش رفته و شما ما رو کمک کنید کمی برنامه تطبیق شود.
آقای شهیدزاده، دید شما چی است؟ کمیسیون شما ریشه غفلت را در کجا پیدا کرد در مباحثی که داشتید؟ با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، در واقع فرصت مغتنمی برای افغانستان پیدا شد که کشوری بعد از جنگ و در حال جنگ چنین دیدگاهی بر ازو داده بشه و چنین هویتی به او داده بشه و چنین فرصتی را که خود مردم افغانستان شاید فکر نمی کردن که یک باره این حیثیت اسلامی و فرهنگی نصیب افغانستان شه. اما با کمال تاسف به نظر ما، نظر شخص ما و همکاران ما، از آوان وقتی که شروع این قضیه شده بود در واقع اراده قوی برای تطبیق پروژه وجود نداشته. فقط خواستن کسانی که در واقع پشت صحنه و پشت پرده از دید مردم این موضوع پنهان کنن و مردم در واقع در یک امید نگه دارن و مبین این موضوع در حقیقتا اینمی که فعلا ما میخواهیم کار شروع کنیم، حالا اراده پیدا کردیم که کار عملی رو شروع کنیم. خود زیر نشان میده که در حقیقت یا دستهای مرموزی که نخواسته که افغانستانی هویت پیدا بکنه. آقای شهیدزاده، ما دست مرموز در اینجا چگونه میتونیم که توجیه بکنیم وقتی که چند وزارت در 6 سال برنامه ریخته نمیتونه؟ آیا دست مرموز دست و پای از اینا را بسته کرده بود؟ و گپ دیگه، یا در 6 سال تبلیغات مثبت به این قضیه داشتن، آیا توسط این تبلیغات خود را مفتزه و مسخره میکردن اینا؟ اصلا جای چی این است که هر زمانی که یک کار جدید پیدا میشه هر کس میخواهد که ایره به اصطلاح به نام خود ثبت بکنه، ولی در پای عمل وقتی که میرسه فعلا هر کدام شانه خالی میکنن. گاهی میگن که مسئولیت به دوش معاون اول هست، گاهی سکرتیرت هست و گاهی شهرسازی. گرچه از یک دید قضیه را اگر نگاه کنین که از اول یک طرح خوب بوده که هر کس پلان خود پیش بباره، هر وزارتخانه سکتوری وظیفه خود پیش بباره، اما در حقیقت وظیفه اصلی و مهم به دوش نهاد فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ بوده که این نهاد تمام این نهادها را باید به چرخش در می آورده، مولد چرخش این نهادهایی باشه، یعنی برنامه ریز اصلی و پیگیرنده وزارت اطلاعات فرهنگ بوده. در واقع فعلا هم در پیشگاه ملت افغانستان جوابگوی اصلی وزارت اطلاعات فرهنگ هست. پاسخ وزیر اطلاعات فرهنگ در نشست کمیسیون شما چی بود وقتی که اونا را احضار کرده؟ در واقع وقتی که وزارت اطلاعات فرهنگ بودجه خود خوب مصرف کرده نتونست، وزارت شهرسازی مصرف کرده نتونست، تشویش ما و نگرانی ما بود که کمترین بودجه را اینا مصرف میکنن و فعلا میگن که ما مشکل بودجهی دارین. از یک طرف اگر مشکل بودجهی دارین چرا شما 26% بودجه خود مصرف میکنین؟ چرا در همچه مواقعی که برای شما یک کار بزرگ و آبرومند از مصرف میکنین؟ وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ جواب قانون کننده ای برای ما نداشت، هیچ جواب قانون کننده ای که ما را بخواه قانع بسازه نداشت و هیچ کدام ما قانع هم نشدیم. و در واقع من امروز خود ما رفتن روانه غزنی بودم، متاسفانه که سعادت یاری نکرد، ورنه من امروز میتونستم دیدگاه خود را مستقیم شریک بسازم که آیا واقعا چیزهایی که در غزنی اتفاق افتاده و چیزهایی که ضرور هست اینو واضح‌تر میگفتم. اما چیزی که در کمیسیون ما بحث شد، نه نماینده وزارت اطلاعات فرهنگ و مار قانع کرده تونست و نه وزارت شهرسازی. وزارت شهرسازی که باید در واقع مرکز ساماندهی میکرد و مو جایگاه و خانه زیبا و قشنگی که در نقشه برای ما نشان دادن ایره در حقیقت حداقل فنداسیونش میرختاندن یا کارهای به اصطلاح مهم زیربناییش انجام میدادن. هیچ چیزی نیست، همه چیز روی کاغذ هست و روی ایده و اندیشه. 6 سال سپری شده و به قول والی غزنی که تا 15 قوس، من فکر نمی کنم آقای سجادی ممکن است 15 قوس در غزنی کار ساختمانی اگر سالایی که سرد باشه نهایتا تا 15 قوس 6 ماه اینا کار بکنند، آیا امی امکان تطبیقش امکان عملی بودن امی گفته ها هست یا هنوز هم میخواین که مردم را به شکل از اشکال در ابهام نگه بکنن؟ یقینا که مثل این میمانه که یک محصل پانزه تپ که 7 سال بعد درس بخونه 6 سال نخونده، فقط در یک سال میخواهه طبق که اونا گفتن که ما میخواهیم راه 7 سال و در کارهای مرمتکاری اصلا زور نمیشه،
زمان با کار داره. ببینید در کارهای ممکنه در کارهای بازسازی ما بخواهیم، اما در کار مرمتکاری، مرمت آبده تاریخی، او خودش یک پروژه هست که در واقع با یک نازوکی کار، با یک ظرافت انجام میشه. اویتا نمیشه که ما یک بیل بزنیم یا شبانه کار کنیم یا سه شیفت کار کنیم یا شیفت کاری رو اضافه بسیم. این اصلا نمیتونه با ما میتونیم یک چیز خراب کنیم. حتی آبده تاریخی که او ماهیت هست، ما شاید به این مرمتکاری عجولانه خود او هویت او را خراب بکنیم. به جای که او را خوب بسازیم، در واقع یک صدمه هم به او زدیم. چنین که میگند تا کنون کسی بازپرس نکرده، مثلا شما میگید به پرسش های ما پاسخ کند، بخش راه نشد، بعد از این هم آیا روش چنین است یا به پرسانی دوام میکنه؟ قطعا اراده قوی در کمیسیون ما حضور داره. حتی در دارالولسی جرگه اراده قوی حضور داره که غزنی را من حیث یک مظلوم، امروز نگاه ما بر غزنی تو شده که در واقع یک ظلم و جفای عملا در غزنی رواج در حال انجامه. و در واقع یک چیزی دیگر هم که از دیدگاه کمیسیون امور فرهنگی چی شده که چون از اوائل نمایندگان غزنی دو نماینده محترم در ازی کمیسیون معرفی شدن، تقریبا به نوعی قانع کننده بوده که چون نماینده هستن در واقع پیگیر کار هستن. در صورتی که ما پرسیدیم که نمایندگان محترم هم در اغفال نگهداری شدند، در اکثر جلسات دعوت نشدند، حتی در حالت بیخبری اینا رو نگه داشتند، ولی فعلا اراده بسیار قوی وجود داره و شاید من حدسی که من میزنم احتمال داره به استهزاء وزیرای محترم هم بیانجامه. استهزاء که اگر مشکل غزنی رو حل میکنه، مشکل حل نمیکنه، ولی حداقل یک مجازات که در اینجا باید باشه. یعنی چه مجازات؟ یک کسی وزیر بوده میره در خانه خود میشینه، این چه گونه مجازات؟ بسش هست دیگه، همین که در مقابل توانمندی کار نداره، همین فرصت رو از دست میده. برای یک کار بزرگ دستاورد نداریم. خب پلیسی جرگه دیگه بیشتر از این چه کار کرده میتونه؟ تشکر، تشکر. آقای خلیلی، آیا وزارت اطلاعات و فرهنگ ناکارگی خود در این حد میدانه که مورد استیضاع مجلس نمایندگان واقع شود و یا نه؟ هنوز هم شما تاکید بر این داره که ما کار کردیم. در ابتدا میخوایم خدمت شما به عرض برسانم که وزارت اطلاعات فرهنگ از آغاز تا حال هیچگاهی از مسئولیت شانه خالی نکردم. یعنی مسئول هستی؟ از مسئولیتی که مربوطش میشده شانه خالی نکردم. در ابتدا وقتی مسئولیت هماهنگی برنامه‌های مرتبط با وزارتخانه‌ها را داشته، ما همواره تلاش کردیم، چی از طریق فرستادن نامه‌ها، چی از طریق مجالسی که گرفتیم، به وزارتخانه‌ها سر زدیم، اما ما یک قوت اجرایی نبودیم که پشت سر هر وزارتخانه بیستیم و وارا وادار بکنیم تا فعالیت را که مربوطشان میشه انجام بدن. ما تلاش خود کردیم. یکی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رأس سکتور فرهنگی یک مملکت است و جزء از قوه اجرایی اداره اول اجرایی سکتور فرهنگ یک مملکت است. وقتی که شما قوه اجرایی نیسته، آیا شما لازم میبینه که وزارت شهرسازی را توسط پلیس یا ریاست عمومی امنیت ملی منظور بگماری؟ ما نیازی نیست که ما یک فشار عجیب و غریبی بیاریم تا کسایی که پروژه های مربوطشان میشه و را وادار بسازیم بر تطبیق پروژه. اجازه بدین. مرکز غفلت در کجاست به نظر شما؟ ای که نهادهای مرتبط کارشان به وقت و زمانش انجام ندادن و جوابش باید خودشان بتن. آنچه که مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ است، آنچه که مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ میشه، ما از یک طرف به صورت مستقیم مسئولیت ترمیم یابدات تاریخی را داشتیم. از سال 1389 ما عملا برای ترمیم یابدات تاریخی به شکل فیزیکیش آغاز کردیم. تا حال 10 آبده تاریخی را که حجم کاریش نسبت به همه آبدات باقی مانده بیشتر است، این آبدات ترمیم شده و در قسمت نشرات ما تا حال 17 عنوان کتابم چاپ کردیم که عملا در کتابخانه بیهقی وجود داره. در کل در روز آنچه که شما کرده شاید که به زعم خودتان قانع کننده باشه، اما سوالی که پیش مردم است، من حیث نمونه قضیه غزنی هم از لحاظ نمادین، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی یک پروژه ملی بود و مسئولیت درجه اول از این وزارت اطلاعات و فرهنگ داشته و بعد از سال 2010 به شکل از اشکال باز هم سکرتریت از این پیش میبره که مسئولیت با معاون رئیس جمهور توری واگذار کرده. پرسش دیگه است که در 6 ماه دیگه آیا ای پروژه ها
حداقل به طرف ازی خود رفتن که در سال 2013 غزنی میزبان کشورهایی که علاقه دارند این قضیه باشه. یکی میخوام خدمت شما عرض بکنم که ما 6 ماه پیشرو نداریم، تا اکتبر سال 2013 وقت داریم که از یک سال بیشتر میشه زمان کاری ما، که ما هنوز هم میتونیم تمرکز داشته باشیم بالای پروژه هایمان. اما به اساس پلان و برنامه‌ای که وزارت اطلاعات فرهنگ داره، 10 آبدی که کارهاشون در اولویت قرار داشت و حجم کاری بیشتر داشت تکمیل شده. آبداتی که باقی مانده، از جمله آبدات باقی مانده 4 آبده، یکی بالای سار غزنی است که مسئولیتش به اساس یک توافقی که بین وزارت اطلاعات فرهنگ و یونیورسیتی آخنی جرمنی صورت گرفته، او کارش عملا آغاز کردن. و دو تا مناره های ما اگر در 2013 گیریم در ماه اکتبر این پروژه افتتاح شوه و میزبانی بکنه، آیا تنها آبدات تاریخی میتونه که پاسخ امین نیازمندی باشه که برای مهمان ها امین پروژه را بازگو بکنه، و یا در او وقت مامون رئیس جمهور خودش میره عملا سکرتریت به عوده میگیره و میزبانی میکنه و تور را رهنمایی میکنه؟ من خدمتتان عرض کردم که در پهلوی از این که ما مطمئن هستیم آبدات تاریخی که مسئولیت مستقیم وزارت اطلاعات فرهنگ است، اما در کل تا سال 2013 تکمیل میشه، در پهلوی از او ما برنامه هایی را در خصوص موارد فرهنگی هم داریم که از کتاب ها خدمتتان یاد کردم. سایت یعنی شما خود مسئول نمیدونید مسئولیت انجام دادی؟ ما در بخش های در بخشی برگزاری کنفرانس هنوزم ما مسئولیت میپذیریم و در این برنامه همکار هستیم و تلاش میکنیم در پهلوی ولایت غزنی که بتونیم آمادگی های لازم برای سال 2013 داشته باشیم. وبسایت غزنی هم از سال گذشته به این طرف راه انداخته شده که مطالبی در اونجا ادعای کمیسیون فرهنگی مبنی بر استیضاح وزیر شما موجه میدانید که بنابر مسئولیت پذیری هایتان؟ نه، ما آنچه که مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ میشد مطابق برنامه خودش انجام داده. آبیدات به اساس برنامه ترمیم شده. شما داره بر مجلس نمایندگان در جلسات بعدی؟ 100% ما پاسخهای قانع کننده انشاءالله خواهد داشتیم، چون آنچه که برمود به وزارت اطلاعات فرهنگ میشد مطابق پلان و برنامه ما پیش بوده. اگر نشد این پیشتواری منفی هم نکنیم، با توجه به گذشته مسئولیت را کی میپذیره؟ کدام نهادها؟ درجه 1، 2، 3؟ من خدمتتان عرض کردم که هر اداره مسئولیت‌های مستقیم خودشان را داشتند. وزارت اطلاعات فرهنگ زبان شما مردم افغانستان بدانه که اگر در 2013 بنا بر عوامل مختلف یا نبود پروژه یا نبود برنامه یا کمکاری یا فساد اداری نشد چنین کاری، اینمی ارزشی که از حیث فرهنگی اقتصادی تاریخی نصیب مردم افغانستان شده به شکل از بین بره و نادیده گرفته شود، مسئولین کدام ادارات از ضمن وزارت خودتان دیگه کدام وزارت ها رو شما در مسئولیت شریک میسازید؟ هر کدام وزارت خانه ها در خصوص مواردی کاری مرتبط به خودشان مسئولیت دارن. وزارت اطلاعات فرهنگ در قسمت آبدات تاریخی که مسئولیت مستقیمش است جوابگو است. وزارت محترم امور شهرسازی در بخش اعمار مرکز ثقافت اسلامی که نماینده محترم وزارت ذکر کردن، و نهادهای دیگه و مثل ولایت محترم غزنی که فعلا ریاست کمیسیون هم به عهده دارن مسئولیتشان سنگین تر است، که برنامه های ساختمانی دیگه پروژه های ساختمانی دارن اونام که باید تطبیق بکنن، مثل ترمینال ترانسپورت زمینی غزنی، بلاک های رهایشی که جناب والی صاحب ازش نام بردن، و همچنان کارهای زیربنایی که در شهر غزنی باید انجام بشه. آقای رحیم، مسئولیت پذیری وزارت شما در کدام محدوده است؟ شیرین از همه شنیدیم، میخوام کمکی امور توضیح بهتر بودم قسم مقالطه نشده باشه. وقت بیست که امس که بزرگوارا فرمودن چرا تعداد گذاری نشد کارا نشد، پروژه در اول بسیار منظم پیش رفت، یک بهانه به غزنی بود چه کار کنیم غزنی رو آباد کنیم در کنار از این آماده میسازیم، به این منظور سر پروژه زیربنایی کار شد، مثلا آبرسانی کانالسیون برقنا جز این مثلا نبود، با شهر آباد بشه. به این خاطر وزارت شهرسازی منیس یک وزارت سکتوری دست به کار شد و 42 پروژه تاریخی رو طرح دیزاین کرد، کانسپتاش آماده کرد، 27 پروژه زیربنایی رو دیزاین کرد. همه وظیفه ما همیست که پروژه بسازیم، بررسی کنیم، برآورد کنیم، استروی کنیم، یک ساختار پلان استراتژیک در مجموع هزینه چقدر گذشته، یعنی چقدر هزینه بردار بوده پروژه قبلی تا به صورت کل که غزنی ایمان میشد 120 میلیون دلار نیازمند کل غزنی بود. حالا به شما عرض میکنم در همون زمان ساختار خود پلان استراتژیک غزنی چی معنا حدود غزنی ثابت شد، 6 ماه متخصصین رفتن شب و روز خوابیدن
دیدن، سروی کردن، ساختن، این شهر تثبیت شد. در وسط شهر مرکز ثقافت تثبیت شد، سایه اکسپو و نمایشگاه تثبیت شد، پروژه زیربنایی ساخته شد، کانسپت ها و پلان ها رسما به ادارات تسلیم داده شد. بعد اومدیم سر پیسه و پول و فند. آقای رئیس، من میخوام از زبان شما بشنوم که مقالطه هم نشه با گفته خودتان. بلی. شما حداقل در یک بخشی از مرکز فرهنگی یا مجتمع فرهنگی $1,000,000 برای دیزاین داده. تا کنون مصارف تا کدام اندازه رسیده؟ فقط تمام مصارفی که به وزارت ما شده دور $700,000 برای طرح دیزاین بزرگترین پروژه ثقافت اسلامی که بیشتر از 50 متخصص کار کرده برای 6 ماه، جمع تمام لوازم و امکاناتی که بر علاوه کار بعد از این تکمیلی پروژه هم که پارسال در اول سال پروژه تکمیل شد، 5 ماستر پلان بزرگ شهرهای تاریخی افغانستان زیر کار است و به شما عرض کنم پیشنهادات ما است، احکامی که داریم پارسال در شروع سال آماده کار عملی شد. اینا بنابر نبودن بودجه، چرا بودجه نبود؟ در اول طرح نبود که دولت پیسه بده، قرار بود که دونرها کمک کنن، وعده کردن، کنفرانس های دونر شد. ما خودم 20 دقیقه پرزنت کردم در وزارت خارجه، سفیر صاحب بودن، سفیر امارات عربی چندین پکیج گرفت، وعده 15 روزه و 10 روزه فند کرد، سفارت های ده کردن. متاسفانه زمانی که پارسال دولت مایوس شد که دیگه امیدی در پول دونرها نبود، اون زمان دولت تصمیم گرفت پارسال $10,000,000 اختصاص گرفتن که از اون جمله مسئله نقشه و دیگه پروژه تقسیم شد. امسال تصمیم گرفتن $10,000,000 کار عملی آغاز کنن که 4.75 از طریق ما، 4.75 از طریق غزنی و 500,000 هم بر وزارت اطلاعات و فرهنگ. ای است که بالاخره بعد از تمام تلاش اینا به مجبور $10,000,000 امسال بکار میپذیره که چیزی که آقای سجادی به اشاره کرد که دید حکومت افغانستان چی از حیث برنامه‌ریزی، چی از حیث تخصیص بودجه و عمل کرد با غزنی من حیث یک پروژه منطقه‌ای ولایتی بوده، نه ملی و جهانی، این را میپذیره؟ ما فقط چیزی که بن ایس وظیفه خود میپذیریم همین است که ما چون وزارت طراح هستیم، برنامه‌ریزی هستیم، ما کار در همون سطح کردیم و همیشه تلاش کردیم بتونیم حتی فندم جذب کنیم. به این منظور تمام پکیج چند هزار صفحه زیر به بسیار دونرها تقدیم کردیم که ما پیسه بتونیم. آقای رئیم، ما میخوایم در این گفتمان برای مردم ما پاسخ بگیریم که علت کمکاری در کجا بوده. یعنی شما اینو میپذیرید یکی از عواملی بوده که دیدگاه حکومت در مورد برنامه غزنی ملی نبوده بلکه منطقه‌ای بوده؟ من هیچ یک منطقه این مشکل ما تره بودم، من نبودن فند و بودجه میدانم فقط عملش از حیث عملی. عملی بله. آیا تا 6 ماه یا به قول آقای خلیلی تا اکتبر سال 2013 بله این پروژه‌ای که شما قرار است که میگی بله. ما آماده بسازیم بله. کار بکنیم چند فیصد امکان تطبیقش است؟ پروژه‌ای که خدمت شما عرض کردم 760 روز کاری بیان شده برایش و در ماه ثور سال گذشته آماده کار بوده. این که تاخیر افتاده ناهید چی شده؟ ما آماده بودیم. ما وقتی میگیم دستگاه بنایی 760 روز کاری دونیم سال و دو سه سال حتی اصلا 760 روز کار به معنی ما به شمول همه گرفته بودیم به معنی که دو سال. اینا چی ما قبول میکنیم وقتی از دست رفته زمان چون فند بودجه نبوده که هنوز بابا نرسیده شاید به هفته برسه. بازم با تمام این انرژی با تمام اخلاص ما آخرین تلاش میکنیم بسیج کنیم تمام وزارت خود بتونیم به نتیجه مثبت برسیم. این چیزی است که از دست ما نبوده، بودجه و فند در زمین. اگر شما من حیث یک نهاد متخصص تثبیت بکنید که 760 روز 760 روز به اقلیم غزنی حداقل 3 سال ما در نظر سال میده در نظر گرفته ما 760 با وجود اقلیم سختش در نظر گرفته باشیم با تکنولوژی خوب کار میکردیم. عالم که به شما میگم سر ما فشار هسته، ما حالا شانه خالی کردنی خیلی بگیم کار نمیشه این خو یک آسان است. واقعیت همی است که اگر نمیشه بگویی حداقل مردم خو میفهمه که ما بخوام شما چی بگم. وقتی که بالاخره روی مشکلات فند و بودجه اینا امروز به دست رس میرسه هفته آینده ما دو راه داریم کار بکنیم یا نکنیم. اگه بخوایم به همی بالاخره لقب زیبایی که است که نصیب این همی لقب زیبا آیا امکان تحقق ازی برای نصیب شدن افغانستان است؟ ما امیدوار هستم که اگه با جد و جهد کار شه بدون چالش امنیتی و سیاسی باش ان شاء الله میشه. تشکر. تلاش آخر ماست. آقای شهیدزاده، برخورد با مسئولین، یعنی شما تثبیت کرده که مسئول درجه یک، درجه دو، درجه سه کی است و چگونه برخورد باید شود؟ ما در هفته جاری یک نشست داشتیم و ما دوست داشتیم که والی صاحب غزنی هم در کمیسیون ما حضور پیدا کنن. دعوت هم کرده بودیم خب از طریق ارگانهای محل بنابرای معذرت نیامدن و ما خیلی دوست داریم که در واقع مسئولین درجه یک صحبت بکنن، حتی اعضای کمیسیونی که خاص برای اینجا نامشان ذکر است، حتی همه وزرا و در یقیناً که هر کس به اندازه مسئولیت خود باید پاسخگو باشه و در واقع فعلا کاش اینمی جسارت بر ما افغان ها می بود
که میپذیرفتیم که نمیتونیم یا مسئولیت همیشه خواستیم که در واقع یک توجیه پذیر باشه، یعنی مسئولیت هم این حیث امتیاز در آغاز قبول میکنند قبول اما در وسط را بشونه خالی میکنند و در واقع امروز هیچ توجیه نیست. اگر ما میگیم که بودجه نبوده، من یقین دارم که نیمی وزارتخانه محترم شما بسنجین بودجه شخصی خود را اینا حد میتونستن انتقال هم بدن، میتونستن قرضه بدن به پروژه غزنی، زمین سازی بکنن که هر زمانی که پول غزنی آمد اگر آدم بحث بکنه، فرض مثال وزارت اطلاعات فرهنگ یا وزارت شهرسازی میگه که ما آماده تطبیق برنامه بودیم، امنیت نبود و یا هم وزارت مالیه پول نداد، آیا شما ضمن وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت شهرسازی، وزارت مالیه و سایر نهادها را هم در این حد مسئول میدانه که یقینا و بازپرس کشان نشون و سیزا کشان نشون؟ اگر اسناد را ارائه بکنن که در واقع آنها کارشکنی کرده باشند 100% و در قسمت کارهای زیربنایی این اصلا حق مردم غزنی هست که برق داشته باشند، اصلا گویا خدای نخواسته اینمی ظرفیت پایگاه جهان اسلام نداره، ولی خب حق مردم هست که برق داشته باشن، سرک داشته باشن، آب خوردن. اکثر ولایات ما دارن فعلا، ولی متاسفانه در غزنی شما به همین بهانه نتونستین که ما به امکان چیکنه. تطبیق وعده های مسئولین حکومت را تا کدام اندازه عملی میپنداره؟ یعنی میگه چقدر با واقعیت نزدیک خواهد باشه؟ ما هنوز بی باوریم. زمان ما به باورمندی میرسیم که در واقع وقتی به غزنی میریم ما ببینیم که عملا پروژه ها کار میکنه، عملا همون دو شیفت یا سه شیفتی که شب و روز ضرورت هست کار شروع شده و با آن هم امیدواری ما بسیار ضعیف هست که ما در زمان موعد ما بتونیم این کار بزرگ را انجام بدیم. چرا فعلا باید ما در واقع 80% کار ما پیشرفته می بود، حتی کارهای سخت افزار ما پیشرفته بود، فقط روی نرم افزار و چگونگی حرفای دیگه ای باید ما میزدیم. چگونگی تشریفات و هنوز ما در موقعی قرار داریم که در واقع در سالهای اول قرار داشتیم. به گفته برادر عزیز ما ممکنه که کارهای نقشه و کارهای دیزاین پیشرفته، ممکنه 6 ماه وقت به کار داشته باشه. پیامد چه میشه اگر چنین کاری نشود؟ در حوزه فرهنگی خدا کنه که بشه و همین نامی که به اصطلاح در طول 6 سالی رو من حیث افتخار راه کرده، اگر به قول شما خدا کنه که شوا اگر نشد، آیا تبدیل به شرمساری نمیشه؟ پیامتش بسیار سنگین خواهد بود، پذیرشی برای مردم افغانستان. و حتی یک زمان خود والی سپه غزنی هم گفته بودند که از زمان یک از نمایندگان بود که گفتن ای به تاخیر میفته، که تو یک مثال بسیار زیبایی هم داد که مثل این که ماه روزه میایه، ما بگیم که این ماه روزه را بگذاریم تاخیر بندازیم، چون تاخیر این پروژه به دست ما نیست، این یک موضوع جهانی هست، ما باید خود با اونها عیار بسازیم، نه اینکه آنها را به خود عیار بسازیم. اگر این به تاخیر بیفته و توجیه پذیر باشه که بعد از یک سال باز هم این کار انجام بشه که جهان بتونیم قانع بسازیم، که چون بهانه‌های خوبی امروز ما داریم، هر کاری که نکردیم به دوش جنگ میندازیم، به دوش ناامنی میندازیم، این یک بهانه توجیه پذیر است. ولی پذیرفتن این برای مردم افغانستان خیلی سنگین خواهد بود. چرا؟ ما میخواستیم که در واقع غزنی را پیش آمد بکنیم، پشت سر از او ولایت هرات را باز در مقدمه شریک بسازیم، در اجندا بگیریم که ما نه تنها که غزنی را میسازیم، بعد از او ما یک ولایت دیگری مثل هرات داریم، بعد از او ولایت مثل مزار شریف داریم. در واقع ما میخواستیم که افغانستان را من حیث یک فرهنگ ناب اسلامی به جهان معرفی بکنیم. ما به گذشته تاریخ تا پیشینه تاریخی خود برگردیم، اما اگر این کار نشه یقینا یک ستم ملی و یک ستم فرهنگی برای افغانستان خواهد بود. تشکر. پیش از اینکه از آقای سجادی پرسیدن کنم، کوتاه‌تر اگر آقای خلیلی بگه که وزارت اطلاعات و فرهنگ نگران ناکامی پروژه هم است که تا موعد تعیین شده گوی عملی نخواهد شد. اگر اجازه بدین فقط نگرانیتون رو می‌خوایم پرسون بکنم، اجازه بدین یک حرف می‌خوایم، به خاطر اینکه من احساس می‌کنم که یکم درست درک نشده یک مطلب، این که غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در کشورهای آسیایی شناخته شده با توجه به جایگاه و عظمت گذشته‌اش بوده، اگر ما یک خشت بالای خشت هم نمیگذاشتیم جایگاه غزنی حفظ است و این عنوان ازش گرفته نمیشه. این افتتاح خاطر شد این عنوان یک بله. یک موضوع دیگه هم که دوستا اکثرا احساس میکنن که اینجا کنفرانسی وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی دایر میشه، که چنین نیست.
جایگاهی برای 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 من میام تمام میشه وقت مرا نه نه من با شما میرسم ما عرضم می است که از گیریم از حیث فرهنگی اقتصادی امنیتی شر صرف نظر بکنیم صرف از حیث نمادین و سمبولیک آیا شما نگران عدم تحقق پروژه ها هستی این نگرانی هم داره وزارت اطلاعات فرهنگ یا نه خب در این شک نیست که نگرانی طبعا وجود می داشته باشه با توجه به شرایط افغانستان اما در اون حدی نیست که ما فکر بکنیم که پروسه ناکام میمونه من در ارتباط با سوال شما رو وقت پیش از اینکه فقط پیامدها را بگویید که چی گونه افتضاح متوجه مردم افغانستان من اول میخوام چند نکته عرض کنم ببینید وزارت اطلاعات فرهنگ هنوز نمیدونه که وظیفه‌اش در ارتباط با 2013 چی بوده یعنی روشن به ما نمیگه که ما اینی وظایف داشتیم اینی قدرش اجرا شده اینی قدرش اجرا نشده مهمترین وظیفه وزارت اطلاعات فرهنگ تنظیم و هماهنگی نهادها و وزارتخانه هایی است که در غزنی قرار بود کار انجام بده که اینمی کار صورت نگرفته گفتن بودجه تامین نشده یک کمی به تاریخ اوراق و اسناد اینا مشاهده بکنن این بحث 10 میلیون دلار مربوط به دو سال پیشه این بحث امسال نیست از دو سه سال پیش بحث 10 میلیون دلار برای این بودجه برای وزارت اطلاعات فرهنگ تخصیص داده شده بود که اینمی کار انجام شود و ما تقاضایی رو داریم که اینا اگر صادقانه با مسئله برخورد میکنه اسناد اوراق بفرسته که اسناد ما داده وزارت مالیه عمل نکرده یک دو مهمترین وظیفه وزارت اطلاعات فرهنگ این بود که اینا قماندان نیست که با زور اجراءات میکرد سر وزارتخانه های دیگه ولی وقتی کار پیش نمی رفت ملت افغانستان حکومت افغانستان رئیس جمهور در جیران قرار میداد و این باید اسناد باشه مکتوب باشه اگر این کار انجام شده بنابر این من میخوام اعتراض کنم که اگر این کار انجام نشود چند پیامد داره یک دنیایی که سر میشکنه برای اینکه برای خود یک هویت فرهنگی ایجاد بکنه اما برای ما یک چانس ایجاد شد یک لطف خداوند ما با ندانم کاری ها با بی‌ظرفیتی ها و با برخورد های نادرست و تنگ نظرانه این فرصت را از دست دادیم ببینید یک ما میگیم نگاه ملی وجود نداشته هنوزم در بعض از نهادهای ما این زمزمه وجود داره که پروا نداره که 2013 در غزنی برگزار نشد در مدینه برگزار میکنیم ای دیگه اوج بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی یک افغان مسئول و مدیر رو میرسانه آنچه که آقای شهیدزاده به او اشاره کرد که استیضاح اگر فرضاً شما استیضاح بکنه رای منفی شود و کسی هم از جایش تکان نخوره من فکر میکنم اولین یعنی پیامد این ناکامی ها و ناکارآمدی های این وزارت بدنام کردن حکومت شخص آقای حامد کرزی است پیش از اینکه پارلمان استیضاح بکنه آقای احمد کرزی نمیدونه که چه چیزی ریان داره همین عرض میکنم خدمتش پیش از اینکه پارلمان استیضاح بکنه به خاطر یک خیانت و سهرنگاری و بی‌توجهی که به یک پروژه از این ملی صورت گرفته رئیس جمهور شایسته است که اقدام بکنه در ارتباط یک دو فعلا متاسفانه کار به اینجا رسیده غیر از این دیگه ابزاری وجود نداره شما توقع چیزی که به عنوان استیضاح مطرح کردن تا کدام اندازه امکان پذیر میدانه که حکومت افغانستان در چنین ندانم کاری های اقدام بکنه شما حراس از این نخواد داشته باشه که مدام نتا کدام تذیره دقیقا حراس داریم اگه حراس نمیداشیم که در این مدت 6-7 سال بالاخره وضعیت به اینجا نمیرسید من میخوایم خدمت شما یه طرز بکنم که اینمی ندانم کاری ها و اینمی به توجهی ها ما را رسانده در این نقطه ای که امروز دل خوش میکنیم که 6 ماه وقت داریم طرف استدلال میکنه نه 6 ماه وقت نداریم 9 ماه وقت داریم ما 9 سال 10 سال را ضایع کردیم کاری انجام ندادیم کل آقای سجادی ببخشید نکته اساسی این است که بیایید دوستا صادقانه با مردم سخن بگوییم کل پلانه های وزارت خانه های ما به شمول وزارت محترم شهرسازی دیزاین های یک روی کاغذ برای مردم ابلاغ شده و ابلاغ میشه مردم از ما کار عملی میخواه پروژه مرکز ثقافت اسلامی که هنوز در ارتباط با امو خطکشی تهداب گزاریش اقدام صورت نگرفته چطور یک وزارتخانه می ادعا میکنه که ما در 6 ماه دیگه یک چنین پروژه عظیم ملی را که 720 روز کار لازم داشت در مدت 6 ماه آینده ما برای شما میسازیم من فکر میکنم که بالاترین خدمت به این مملکت است که صادقانه ناکارآمدی های خود رو بپذیریم با جرأت و شهامت بگیم که انجام نشده و با مردم هم ظاهر کاری نکنیم و فریب ندیم مردم را شکر. و فکر نمی کنم که در این مدت کوتاه متاسفانه این کار به سامان برسه سپاس بینندگان عزیز تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بوده و همچنان تشکر بسیار زیاد از مهمانان محترم ما که دعوت ما را پذیرفتند و در بحث ما تشریف آوردند